شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی هم اینجا به ما پیوست. آقای سمیعی، حین مصاحبه با آرش داشتم میدیدم که CNN خبری رو منتشر کرده مبنی بر این که منابعش میگن آقای بایدن حالا پذیرا هست در مورد سرنوشتش، و به بعضی از اطرافیانش گفته از این که پیشتر میگفت که کاملا هریس نمیتونه پیروز بشه، حالا از اونها داره میپرسه که به نظرتون آیا کاملا هریس میتونه پیروز بشه؟ چقدر به نظرتون ممکنه شاهد یک تحول مهم در بین دموکرات ها بشیم؟ با عرض ادب مجدد، همونجوری که چند یک هفته ده روز پیش در خدمتتون بودم عرض کردم، این یک روندی است که دموکرات ها به صورت یک سدی که در حال شکستن هست به اون خواهند رسید، و آقای بایدن در یک یا دو هفته آینده به نظر من اعلام خواهد کرد که از دور انتخابات کناره خواهد گرفت. حاضرید روش پول بذارید، شرط بندی کنید؟ هرچی شما دستور بدید انجام میدم. منظورم اینه که باور شخصی خودتون چقدر جدی هست؟ من واقعا فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد، برای اینکه به ویژه با این مسئله ای که امروز برای ایشون پیش اومد، یک روز کووید، فردا کمردرد، پس فردا سرماخوردگی، یعنی ببینید این یک روندی است که به خاطر کهولت سن داره همه این مسائل بروز پیدا میکنه، و این یک چیزی هست که نمایندگان ارشد حزب دموکرات هم یک به یک با ایشون صحبت کردن. همین امروز چند لحظه پیش هم این گزارش بود که رئیس اکثریت مجلس سنای امریکا آقای چاک شومر هم به صورت خصوصی به آقای بایدن گفته که بهتره که شما کنارگیری بکنید. وقتی همه اینها رو با هم جمع بندی میکنیم میبینیم که این احتمال بیشتر به قوت خواهد پیوست، و آقای بایدن من فکر میکنم در ظرف یکی دو هفته آینده کنارگیری بکنه، که همون جوری هم که در سال 2020 اعلام کرده بود که من میخوام یک رئیس جمهور انتقالی باشم و از یک نسلی به نسل دیگری منتقل بکنم قدرت رو، بیاد و بر اساس اون یک صحبت فراخوان ملی بده و بخواد به این ترتیب از قدرت کنارگیری بکنه، و خب حالا بین افراد داخل حزب. ولی من فکر میکنم که اونجوری که الان دارن نتیجه گیری میکنن یا بررسی میکنن، دارن همه حساب کتابا رو روی خانم کامالا هریس میذارن که به عنوان رقیب آقای ترامپ در بیاد. ولی با فرض اینکه این چیزی که شما میگید واقعا اتفاق بیفته و علارغم مقاومت اولی آقای بایدن کنار بره، به قول آمریکایی‌ها به نظرتون این خیلی دیر و خیلی کم نیست؟ ببخشید قبل از اینکه جواب بدید، تصاویر زنده هم داریم از داخل صحنه اصلی همایش ملی جمهوری خواهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا رو می‌بینید که وارد سالن شده. من چندین بار در این روزهای گذشته وارد اون سالن شدم. موقعی که ترامپ وارد میشه واقعا فضای اونجا به کلی متحول میشه، شبیه یک پادشاه، شبیه یک سلبریتی با او برخورد میکنن. واقعا انگار که یک کنسرت راکه که اصلا وقتی که ایشون وارد میشه سالن چنان میلرزه آدم احساس میکنه که از اون قسمت‌های بالا ممکنه بیفته پایین. به محضی که یکی از سخنرانا شروع به صحبت بکنه اون رو پخش میکنه. اجازه بدید یه مقدار از صدای فضای اونجا رو با هم بشنویم. بله، تصاویر زنده رو میبینید از داخل همایش ملی جمهوری خواهان. پشت سر ما اینجا در میلواکی ویسکانسین ترامپ جونیور، پسر ارشد ترامپ رو میبینید، سناتور فلوریدا رو میبینید، مارکو روبیو که داره خوشوبش میکنه با آقای ترامپ و تعدادی دیگر از چهرهای سرشناس حزب جمهوری خواه. آقای سمیعی داشتیم میگفتیم واقعا شبیه یک پادشاه از او دارن پذیرایی میکنن. دقیقاً، یعنی ببینید حزب جمهوری خواه داره در حال حاضر اعلام میکنه که حالا برای خوب یا برای بد ما تمام تخم مرغامون رو داریم در سبد ترامپ میگذاریم، و تمامی تمرکز رو هم روی این گذاشتن که از این سالن با یک وحدت همگانی خارج بشن که بتونن حمایت حد اکثری رو از آقای ترامپ نشون بدن. حالا این حمایت حد اکثری
چقدر بخواد ادامه پیدا بکنه یا دوچار تفتیش عقاید و نگرش‌های مختلف نشه، اون هنر آقای ترامپه که اینها رو بتونه دوره هم نگه داره. تا اونجایی هم که نشون داده تا حالا از این کار از پسش بر اومده. آقای سمی، من کار ندارم یکی از ترامپ خوشش میاد یا نمیاد، ولی این رو باید بهش اعتبارش رو داد که واقعا شومن قوی هست. 100%. ایشون اصلا یکی از دلایل محبوبیتش این بود که یکی از معروفترین و پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی رو داشت و اون برنامه تلویزیونی بود که اصلا ایشون رو از حتی یک مقداری قهقرای بیزنسی هم بالا آورد. آقای ترامپ میدونه که چطور یک شو برگزار بکنه. آقای ترامپ اگر هیچ چیزی رو بلد نباشه، ولی میدونه که چگونه با دنیای روابط عمومی بتونه بازی بکنه و مردم رو جذب پیغام خودش بکنه. ممنونم از شما با ما.